نمایش مقبره های باستانی سقاره مصر. سلام دوستان، من اسقرم، با یه فیلم آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. لطفا قبل از هر چیزی کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتها همراه ما باشید. مقبره های باستانی تازه کشف شده در سقاره مصر قدمت آنها به سالهای 2700 تا 2200 پیش از میلاد مسیح باز میگردد به نمایش گذاشته شدند. مصر مقبره های باستانی تزیین شده ای را که به تازگی در گورستان بزرگ فراینه در خارج از قاهره کشف شده اند به نمایش گذاشت. وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر اعلام کرد قدمت این 5 مقبره که اواسط اسفند کشف شدند به پادشاهی کهن مصر دوره تقریبا بین سالهای 2700 تا 2200 پیش از میلاد مسیح که به عصر اهرام یا عصر حرمسازان نیز شهرت دارد و همچنین به اولین دوره میانی که پس از فروپاشی پادشاهی کهن یک قرن به طول انجامید باز می‌گردد. دبیرکل شورای عالی آثار باستانی مصر میگوید که باستانشناسان مصری کاوش در این مکان را در ماه سپتامبر 2021 آغاز کردند. به گفته او این مقبره‌ها برای مقامات ارشد از جمله حاکمان منطقه، سرپرستان و ناظران قصر در مصر باستان بودند. وی به خبرنگاران گفت همه این مقبره‌ها به خوبی نقاشی و تزیین شدند. حفاری تمام نشده است. ما در حال برنامه‌ریزی برای ادامه کاوش‌های خود هستیم و معتقدیم که مقبره‌های بیشتری را در این منطقه می‌توانیم پیدا کنیم. این مقبره‌ها در نزدیکی حرم پلکانی شاه جوزر در سقاره در 24 کیلومتری جنوب غربی قاهره پایتخت مصر کشف شدند. دیوارها با سنگ‌نوشته‌های هیروگلیف و تصاویر حیوانات مقدس و اقلام پس از مرگ که به باور مصریان باستان در زندگی بعد از مرگ از آنها استفاده می‌شد تزیین شده است. سقاره بخش از محوطه گورستان گسترده در ممفیس پایتخت باستانی مصر است که اهرام معروف جیزه و همینطور اهرام کوچکتر در ابوسیر، دهشور و ابورواش را در بر می‌گیرد. ویرانه‌ها و بقایای شهر باستانی ممفیس مصر در سالهای دهه 1970 در دفتر میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. امیدوارم از دیدن این فیلم آموزشی لذت برده باشید.